عزیز در پاریس، وقتتون بخیر. درود بر شما دوست عزیز جناب گوهرزاد، سپاسگزارم منو پذیرفتید. درود به هم میهنان عزیز، برای من افتخاریه در برنامه شما شرکت میکنم. خواهش میکنم برویم سر این مقایسه، یه تعریفی بدین شما اگر ممکنه در مورد اینکه هموند نظام کیه و هم اپوزیسیون مستقل کیه. بله جناب گوهرزاد، بسیار مقاله رو روشن، زبده مقاله رو معرفی کردید. ببینید مقاله فکر اصلیش این است که ما در تحلیل سیاسی عمدتاً بدین پرداخته این که اپوزیسیون و حکومت ناخواسته چه روابطی با همدیگه دارن و اپوزیسیون چه کرده است و چگونه میکند که از حاکمیت بتونه یا امتیازات بزرگی بگیره یا اونو جایگزین با یک حکومت خواسته بکنه. این مقاله با این فکر شروع میشه که یک مبارزه دیگری هم وجود داره که ما کمتر به اون پرداختیم، منتها کم اهمیتتر نیست، و آن این است که وقتی اپوزیسیونی با حاکمیت میرزمد، در همان حال خواسته و نخواسته در یک میدان دیگر میرزمه و اون میدان جناهای مختلف اپوزیسیون با یکدیگره. این برنهاده رو مطرح کردم که این مبارزه کم اهمیت تر، یعنی این مبارزه جناهای گوناگون اپوزیسیون با یکدیگر کم اهمیت تر از مبارزه کلیت اپوزیسیون با حاکمیت نیست، با حکومت نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه بعضی وقتا این تغییر و تحول اگر جناحی از اپوزیسیون پیش آهنگ بشود و قدرت رو در دست بگیرد به جای آن حکومت ناخواسته، ممکن است حکومت ایجاد کند که به مراتب ناخواسته تر است. کاملا درسته. همون دو مثال انقلاب اکتبر و البته انقلابای دیگه هم هست و انقلاب ایران. میدونید بسیاری از کسانی که جزو کوشندگان انقلاب روسیه بودن، جزو کوشندگان یعنی مبارزه دموکراتیک برای روسیه بودند، اینها بعد در اروپا تبعید شدند و بسیاری خودکشی کردند، مثل در همین پاریس حتی یک جماعت اینجا درست شد. در ایران خودمون هم همینه. ببینید من و شما دو نفرش، کسانی که خواستار یک تغییر و تحول دموکراتیک در ایران بودیم و امروز جزء تبعیدیا هستیم. خب مثال ها فراوونه در این مورد. خب این مسئله کم اهمیت پس نیست. حالا اینها نگاه تاریخی بود، چه درسی برای امروز بگیریم؟ امروز باید اختلافات درون اپوزیسیون رو بهش کم بها ندیم و بدونیم که یک اپوزیسیونی در این نظام هست، در اپوزیسیون هست، جناحی در اپوزیسیون هست که من آن را اپوزیسیون هموند نظام نامیدم. این اپوزیسیون باید اپوزیسیون مستقل از نظام خودش رو از او جدا بکنه. چرا؟ که اگر نکند، اگر این اپوزیسیون هموند نظام فرادست شود و حتی موفق به تغییر و تحولی در کشور بشه، باز من و شما در تبعید خواهیم بود، باز فرق خاصی برای ما نخواهد کرد. از همین روز که باید این تمیز رو داد و به مردم این دو جناح رو شناخت و به مردم شناسان و از همدیگه اینها رو متمایز کرد. اپوزیسیون هموند نظام به یک سخن اپوزیسیونی است که خطهای قرمز نظام سرمشقهای اون اپوزیسیون هست، یعنی خارج از آنچه که نظام به عنوان خط قرمز خودش قائله هیچ قاعده بازی دیگری رو بر نمیتابه. اپوزیسیون مستقل نظام نه، اپوزیسیون مستقل نظام آزادی خواه، من روی سخنم با اپوزیسیون مستقل آزادی خواه و دموکراسی خواه است. این اپوزیسیون خط قرمزهای نظام خط قرمز این نیست. یک نکته آخرم بگم آقای گوهرزاد و بعد در خدمتتون هستم. بسیاری اوقات یا ناآگاهانه یا بددلانه نظام و یا اپوزیسیون هموند نظام میگوید که مردم ایران و کشور ایران از انقلاب و خشونت خسته شدند. گویا اپوزیسیون مستقل از نظام در پی خشونت و انقلاب و سرنگونی و جنگ است. چنین نیست. تمام تجربه های دوران گذار به دموکراسی در 50 سال گذشته نشان می‌دهد که این گذار بدون
خشونت بدون جنگ صورت گرفته است، اما خارج از خطوط قرمز حکومت ناخواسته صورت گرفته است. خب اگه قرار بشه که در چارچوب خطوط قرمز صورت بگیره که تغییر تحول صورت نمیگیره، خارج از اون چارچوب میان اما در پی خشونت نیستن. حتی در بسیاری از مواقع با سران حکومت ناخواسته به گفتگو میشینن. من این اتفاق رو در لهستان داریم، در شیلی داریم، در اون زمان چکسلواکی داشتیم، در آفریقای جنوبی داریم. این صحبت هاییست که از خطوط قرمز نظام بیرون اومده، اپوزیسیون نمیپذیره، حرفش رو روشن میگه، ولی هر موقع که نظام میپذیره گفتگو بکند، این خب این اپوزیسیون مستقل از نظام هم گفتگو میکند، اما بر سر آرماناش، بر سر برچیدن آپارتاید، بر سر برقراری دموکراسی، بر سر برچیدن آپارتاید در آفریقای جنوبی، بر سر برپاداشت دموکراسی در چکسلواکی، بر سر آزادی باورها در لهستان، بر سر برگزاری انتخابات در شیلی. اینطوری نیست که اپوزیسیون هموند نظام، اگر اینطوری نیست که رفرمیست و اصلاح طلب اگر در پی خشونت نیست یعنی هموند نظام است و هرچی که نظام بگویه بپذیره. هر وقت که ما میگیم آقا این انتخابات رو باید بهش اعتراض کرد، این انتخاباتی که گزینه های نظامه، میگن آقا ما جنگ نمیخوایم. چی گفت جنگ؟ من از این فرصتی که با مهر به من دادید و مهمان برنامه شما هستم استفاده میکنم و به تمام بینندگان گرامی به روشنی میگویم اپوزیسیون مستقل نظام بیش از هر اپوزیسیونی مخالف خشونت است، مخالف جنگ است، مخالف مداخله خارجی برای حل مسئله ایرانی با ایرانی است و مشی رفرمیستی رو بیش از هر جریان دیگری در اپوزیسیون میپذیرد و پذیرفته است. منتها این رفرمیست از دیدگاه فلسفی سیاسی با اصلاح طلبی وطنی از زمین تا آسمان فرق دارد. در واقع آقای دکتر شما به نوعی دارین به این اشاره میکنید که هموند نظام یا اون بخشی که در درون ایران اصلاح طلبان نظام، اعتدال طلبان و این بحثا پیش آمده، اینا به گونه فرکسیونی از خود نظام هستن که دارن عمل میکنن. حالا گرچه مردم همیشه فرکسیون رو در مجلس نگاه میکنن بیشتر نظر سنتی، ولی واقعیت اینه که بخشی از خود نظام هستن، خواست نهاییشون نگه داشتن نظام هست، خواستهای جانبیشون متفاوت میتونه باشه. بدون شک، یعنی به یک روایت چنین بگوییم جناب گوهرزاد، این اپوزیسیون اپوزیسیون سهم خواه است، سهم بیشتری در نظام میخواد. البته ببینید، ما تحلیلگر هستیم، روشنبین هستیم و اینجا ایران در میان است. روشن است که از آقای روحانی بیش از آقای احمدی نژاد باید پشتیبانی کرد، چنانچه ما کردیم. من در دور نخستی که آقای روحانی به ریاست جمهوری رسید مقاله‌ای نوشتم، چندین مصاحبه داشتم و دعوت کردم به عدم شرکت در انتخابات. البته اسمشو تحریم نذاشتم، اگر فرصتی بود تفاوت این دو رو توضیح خواهم داد. اما خب مردم گسترده شرکت کردند و آقای روحانی انتخاب شد. خب پس کسی انتخاب شد که من اصلا از آغاز مخالف رأی دادن بودم که حالا او انتخاب بشه یا چیزی. اما زمانی که ایشون برجام امضا کرد از آن پشتیبانی کردیم و گفتیم این اتفاق با توجه به شرایط ایران اتفاق نیکویی بود است، با توجه به شرایط ایران، یعنی یا باید خط آقای احمدی نژاد پیش میرفت یا خط آقای روحانی، از اون دفاع کردیم. میبینید از این رفرمیستر شما نمیتونید پیدا کنید. اما آقای روحانی رهبر سیاسی ما نیست. آقای روحانی در مورد آنچه که آرمانها و ارزشهای سیاسی ماست زمین تا آسمان تفاوت دارد. ما هوادار نظامی هستیم که شورای نگهبان نباشه. آقا چگونه میتوان در قرن 21 کشور 3000 ساله ما هممیهنان بهایی ما از تحصیل محروم باشن؟ با ما سکوت کنیم؟ کجا آقای روحانی در این مورد صحبت کرده است؟ کجا میتوان در کشوری که تنها ایرانی که جایزه نوبل برده است یک بانوی پرارج باشد و اون نتواند؟ من خانم عبادی نامزد ریاست جمهوری در ایران نیست، ولی
این زنان شیردل ما چگونه در این نظام نمیتونن نامزد ریاست جمهوری بشن؟ کجا آقای روحانی در این مورد موضع گرفته است؟ آقای روحانی موفق نشده است در مورد همتایان خود، هم قطاران خود، آقای کروبی و آقای موسوی اقدامی انجام بدهد. حساب من و شما آقای گوهرزاد مشخص است. حساب هممیهنای سنی مذهب ما مشخص است. حساب هممیهنای ناخدا باور ما مشخص است. حساب هممیهنای بهایی ما مشخص است. نه، این اصلاح طلبی، کجا اصلاح طلبا در این موارد موضع گرفتن؟ کجا آقای عارف در این مورد موضع گرفته است؟ کجا این اصلاح طلبا غیر از اینکه به فرموده مقام معظم رهبری حرفی زدن؟ آقا مقام معظم رهبری که در بهترین حالت، در بهترین حالت آقا انتخاب شده 53 نفر عضو شورای نگهبانه، این کجا میتونه اجازه داره در مورد دیپلماسی ایران، اقتصاد ایران، سیاست ایران یک فرمان اول بده؟ پس این انقلاب ایران انقلاب بیفایده بود، بی جهتی بود. اگر قرار باشد که بدون تعارف، من میدونم این حرف من پسندیده نخواهد بود، ولی خب من قرار است آنچه را که به اندیشم میرسد بگوید. اگر قرار بود که ایران به دموکراسی نرسه، که به مراتب محمد رضا شاه بهتر از آقای خامنه ای، اقلا زبان خارجی بلده، اقلا پاسپورت ایران رو همه جا میشناسن، اقلا رشد اقتصادی 12% داریم، اقلا بیکاری وجود نداره، نیروی کار از فرنگ میبردن، بسیاری از مدیران عالی رتبه ایران به پاکستان، ژاپن، هند میرفتن که نیروی کار بیارن، نه اینکه یک نفر از سوی 3 نفر دانش آموخته ایرانی بیکار باشه، نه اینکه یک نفر از 3 نفر بیکار در ایران دانش آموخته باشه. نه، این چه حکایتی است در این مورد؟ خب اگر قرار به دیکتاتوری بود که اقلا دیکتاتوری محمد رضا شاه به مراتب بهتر بود، ولی ما بر نتافتیم دیکتاتوری رو. حالا قرار است اینجا رأی بدیم اصلاح طلبی کجا موضع گرفتن در مورد اینکه آقا شورای نگهبان چه حقی داره که بگه که کی در ایران نامزد بشود یا نشود؟ وقتی آقای رفسنجانی رو رد صلاحیت میکنن، آقای گوهرزاد، حساب شهروندان دیگر ایرانی، حساب من و شما روشن است. جناب دکتر اسدی، بحث در این روزهایی که مقاله شما منتشر شده، من با شماری از دوستان که گفتگو میکردم، پرسشی که دارن این هستش که اپوزیسیون مستقل نظام تا کنون چه راهکاری در این 38 سال داشته برای گذر از نظام و چه عملکردی رو داشته که میتونیم تمیز بدیم و فاصله بندازیم، بگیم که اینها این آلترناتیو و این جایگزین رو دادن، ولی اپوزیسیون هموند نظام همواره به این در این مسیری که مطالبات خودش رو خواسته حرکت کرده. این فاصله رو اگر ممکن است روشن کنید. بله، ببینید، بسیار پرسش به جایی است. بسیاری از من اینو میپرسن و این ایرادو بر من میگیرن که خب تو در خارج نیستی و در انتخابات میتونی شرکت نکنی، برای مردم خیلی فرق میکنه بین روحانی و احمدی نژاد. اول بگویم که اگر من در خارج از کشور هستم، در دوره تعطیلات به سر نمیبرم، تعطیلات 37 ساله. یک. دوم اینکه معیار تشخیص اپوزیسیون هموند نظام و اپوزیسیون مستقل از نظام انتخابات، شرکت در انتخابات نیست فقط، و نباید اجازه داد به جمهوری اسلامی و اپوزیسیون هموند نظام که تنش ایجاد کنند بین اپوزیسیون مستقل نظام و هممیهنانی که به دلیلی در انتخابات شرکت میکنند. یک بار خانم ستوده است که در انتخابات شرکت میکند و سر تا پای وجود او گذشتن از خطوط قرمز نظام است. یعنی چه؟ یعنی در مورد آرمانهای حقوق بشر، حقوق شهروندی و دموکراسی کوتاه نمیآید. تمام کسانی که امروز در زندانند، بسیاری از کسانی که امروز در زندانند، اینها کسانی هستند که احتمالاً از درون زندان هم چند نفر فراخوان داده بودند که در انتخابات شرکت کنند. اما اینها در زندانند برای دفاع از تمام حقهایی که شهروند باید داشته باشه. یعنی در مورد حقوق شهروندان با هر مذهبی که هستند، با هر فکری که هستند، اینها کوتاه نمیان. حالا به هر دلیلی تحلیل میکنن که در انتخابات باید شرکت کرد. هرگز ما نباید اجازه بدیم به نظام که بین ما این و اینها تنش ایجاد کنه. اما اپوزیسیون هموند نظام کسی هست که هراس دارد از اینکه اگر خواستهای حقوق بشری رو
امروز مطرح کنه با جمهوری اسلامی تنش ایجاد بشه و این تنش باعث بشه که مثلا به قول خودشون تندروها قدرت رو بیشتر در دست بگیرن، که گویا امروز تندروها قدرت رو در دست ندارن در مورد ایران. یعنی این وقتی که با اپوزیسیون هموند نظام صحبت میکنید، حالا بعضی وقتا در رسانه های همگانی، بعضی وقتا در جلسات خصوصی، وقتی پای دیوار قرار میگیرن میگن نه خیر، ما مثل شما قبول داریم این حقوق شهروندی رو، حقوق دموکراسی رو، ولی میگیم الان نباید مطرحش کرد. آقا حقوق شهروندی مگه حرفی که برای یک مبارز سیاسی مگه میشه الان مطرحش نکرد؟ اگر قرار باشه من حقوق شهروندی رو کنار بذارم، برای چه مبارزه بکنم؟ ببینید این اپوزیسیون هموند نظام برای اینکه خجالت نکشد از اینکه پرچم آزادی خواهی رو در جیب گذاشته است، میگوید نه ما بالاخره به یه جوری موافقیم. اگر بسش مخالفی، بس چرا مبارزه بسش نمیکنی؟ بس چرا اعتراض نمیکنی؟ در انتخابات میخوای شرکت بکنی، بکن، ولی قبل و بعد از انقلاب بگو که فرق داری با یک نفر ذوب شده در مقام معظم رهبری. بگو که آقا من در انتخابات شرکت میکنم برای اینکه مثلا جناح تندروتر رو جلوش بگیرم، اما روشن میگم من از آقای روحانی و هر کسی دیگری رهبر من نیستن، من در ایران حذف مقام های انتصابی رو میخوام، من در ایران رفع تبعیض رو میخوام، ولی برای اینکه بتونم نشون بدم خشونت پرهیز هستم و در پی جنگ نیستم، مثلا در انتخابات شرکت میکنم. مثل خانم ستوده، نمونه بسیار بارزش. اپوزیسیون هموند نظام اپوزیسیونی است که یا آرمان آزادی خواهی ندارد، یا اگر دارد و این بدترین حالت است، چون کسی که ندارد ندارد، و این بدترین حالت است که دارد، میگوید دارد. من فکر نمی کنم کسی داشته باشد و این ارزش ها رو و بتونه اونو در جیب بگذاره پرچمشو. آقای دکتر اسدی، ببینید در یک نقطه اینها میان در واقع روی هم سایه میندازن. یعنی وقتی که شما میفرمایید که اپوزیسیون مستقل نظام راهش در این هستش که روشنگری میکنه، جامعه رو توانمند میکنه و تلاش داره میکنه توازن قوا رو برهم بزنه و تا بتونه خلاص از این رو مسائل در این مطرح میکنه. خب اپوزیسیون هموند نظام هم میگه که ما با این کارهای اصلاح طلبی که داریم میکنیم، داریم همین کفه رو به هم میزنیم. نه اینطور نیست، الان مثال میزنم برای اونها. ببینید این کفه به هم میخوره، حتی ببینید تا این حد میشه به اپوزیسیون هموند نظام امتیاز داد. این کفه به هم میخوره اگر در انتخابات شرکت کنید، بسیار خوب، حتی در مجلس شرکت کنید، بسیار خوب، اما دست کم مثل مجلس ششم در مورد مسئله مطبوعات صداتون رو بلند کنید. ببینید اپوزیسیون هموند نظام اگر از طریق شرکت در انتخابات و سکوت اختیار کردن میتونست این توازن قوا رو به سود آزادی خواهی به هم بزنه، امروز نماینده اصلاح طلبی آقای روحانی نبود به جای آقای خاتمی. آقای روحانی کی گفته بود من اصلاح طلبم؟ امروز اپوزیسیون هموند نظام، من برای آقای روحانی احترام قائلم، منظورم بی‌ادبی به ایشون نیست، اما آقای روحانی کی گفته بود من اصلاح طلبم؟ نگاه کنید خواستهای آقای روحانی رو با آقای خاتمی با هم مقایسه بکنید. خب امروز اپوزیسیون هموند نظام با پذیرفتن هر گونه گزینه‌ای که نظام در مقابلش میرسه میگذارد، بدانجا میرسد که یک روز نمایندهش آقای خاتمی باشد. خب من با آقای خاتمی رأی دادم و از ایشون دفاع کردم و خوشحالم از دفاعی که از ایشون کردم. انتقادهای فراوانی دارم و دارم، داشتم و دارم، اما خب بالاخره به نظر من، حالا اگر باز در این برنامه در برنامه دیگر بود فرصتی باشه، توضیح میدم چه تغییر کرده از اون زمان تا این زمان، که دیگر نباید از چنین گزینه‌هایی دفاعی کرد که کردیم. اما نگاه بکنید به تغییراتی رو که آقای خاتمی در ایران ایجاد کرد و تغییراتی که آقای روحانی کرد. در زمان آقای خاتمی نشیه‌ای نبود که آزاد نشه، به ویژه در دور اول دوره ریاست جمهوری ایشون. نگاه بکنید به تعداد زندانی‌ها امروز در دوران آقای روحانی. در دوران آقای خاتمی یکی از بزرگواران قلم به دست آقای عیسی سرخیز کسی بود که خودش شخصا تلفن رو در دست میگرفت و تلفن میزد به کسایی که سالها در انتظار امتیاز بودن که بیایید امتیازتون رو بگیرید، نشریتون رو منتشر کنید. عیسی امروز در زندانه. و ببینید اگر این که هواداران اپوزیسیون هموند نظام میگن ما هم در همین فکریم، خب این نمونه های تاریخیش، این که دیگه
چیز غریبی نیست، این که دیگه احتیاج به تحلیل تئوریک نداره. نگاه بکنید به میده آقا. بله بفرمید آقای دکتر اسدی. در این زمینه میشه همواره بحث کرد و گفتگو کرد و نمونه ها برد، ولی برای یک مسئله وقتی که از بحث از اپوزیسیون هموند نظام میکنیم، به ویژه در خارج از کشور، با داشتن میکروفون و بلندگو و تلویزیون و رسانه و رادیو و روزنامه و اینترنت و وب، آیا اون چی که اپوزیسیون هموند نظام در خارج میکنه و اون چیزی که اپوزیسیون هموند نظام در داخل میکنه، اینجا یک پرسش بزرگ رو مطرح میکنه؟ یعنی شما به جامعه درون ایران از بیرون از مرز اپوزیسیونی معرفی میشه که اپوزیسیون در اصل به نوعی هموند نظام تلقی میشه به گفته شما؟ بدون شک، بدون شک. و این واقعا به نظر من باعث تأسف است به دو دلیل. نخست این که بخشی وقتی با بخش از اینا صحبت میکنید، اینها میگویند در ایران شرایط خیلی مشکله. خب تو که در ایران نیستی؟ بله؟ شما که در ایران نیستید، شما اینجا هستید. و دومی که آقا اگر میخواهید به آقای روحانی کمک بکنید، نشان بدهید به پایوران نظام، به سرآمدان نظام، که آقا یک اپوزیسیونی وجود داره با خواست بسیار فراتر. به مرگ بگیرید که اقلا سرسختان در نظام به تب راضی بشن. شما در حقیقت چه میکنید اپوزیسیون؟ بسیار اشارتون درسته آقای گوهرزاد. من اینجا بسیار متاسفم که بسیاری از دوستان ارجمند من که خب ما به لحاظ سیاسی اختلاف نظر تندی با هم دیگه داریم، ولی باب دوستی کماکان باز است. من متاسفم که این دوستان در این برنامه شرکت نکردن و ادب سیاسی به من اجازه نمیده از اینها نام ببرم. منتها صحبت بر سر این است که این دوستان در حقیقت کمکی دارن به سرسختان نظام میکنن. به چه طریق؟ که اگر سرسختان نظام، اگر شما سرکوب بکنید و سازش نکنید و عقب ننشینید، ما اون وقت مقاله مینویسیم و تئوریزه میکنیم که الان شرایط در سخت در ایران. ببینید امکان چیه، به همون تندر بدید. این هم کار یاد گرفتن، میگن خب برای اینکه آقای روحانی انتخاب شه، آقای رئیسی رو جاش میذاریم. اپوزیسیون هموند نظام هم در خارج از کشور بلافاصله مقاله مینویسه که وای اگر رئیسی بیاد چطور میشه، پس بیان همه فوری تئوریزش میکنن. این یک خطری است که این قلم به دستان و اپوزیسیون صاحب بلندگوی هموند نظام در خارج از کشور انجام میده. روشن پیام میده به سرسختان نظام که اگر شما سرکوب کنید، منم اینجا تئوریزه میکنم که امکانات موجودی که در دست ما گذاشته نظام، ما فقط باید درش عمل بکنیم. من برای همین همواره پرهیز کردم در تمام این سالها از در برنامه، هرگز در برابر نام کسی ننوشتم اپوزیسیون مثلا جمهوری اسلامی یا نمیدونم مبارز علیه جمهوری اسلامی، چون اینا هم در زمانهای مختلف تغییر پیدا میکنه، هم با این ویژگی هایی که شما داشتیم بهش اشاره میکردید، در مردم در درون ایران یک جامعه 80 میلیونی انتظاراتی رو فراهم میکنه. یعنی ما میگیم آقای ای اپوزیسیون هست و در اصل آقای ای چیزی فراتر از آقای بی که در ایران هست نمیگه، داریم به مردم این پیام رو میدیم که آقا تفاوتی نداره، شما نیازی نیست که دنبال تغییر و این مسائل نظام باشید. خب اینا هم همین حرف رو دارن میزنن و بروید و پیش بگیرید. برای ما 3 دقیقه برای وقت برنامه داریم با شما، اگر ممکن است یک جمع‌بندی بفرمایید به جای پرسش، من میذارم جمع‌بندی رو به عهده شما، بویژه ویژگی اپوزیسیون مستقل نظام رو بیان کردن. بله، پس اجازه بدید که روشن به همین مسئله من اشاره بکنم. اپوزیسیون هموند نظام، هممیهنان گرامی، بیش از هر اپوزیسیونی در ایران خشونت پرهیز است. بیش از هر اپوزیسیونی در ایران مخالف مداخله خارجی است برای حل مشکل ایرانی با ایرانی. اپوزیسیون مستقل. اپوزیسیون مستقل. شما چون فرمودین هموند نظام، من یک لحظه اشتباه کردم، خیلی سپاسگزارم که تصحیح کردید. بله، اپوزیسیون، هیچ اپوزیسیونی به اندازه اپوزیسیون مستقل از نظام خشونت پرهیز نیست. هیچ اپوزیسیونی به اندازه اپوزیسیون مستقل از نظام مخالف دخالت خارجی برای حل مشکل ایرانی با ایرانی نیست.
هیچ اپوزیسیونی به اندازه اپوزیسیون مستقل از نظام رفرمیست نیست. اما این رفرمیست معنی دارد بسیار روشن در فلسفه سیاسی. ببینید عمدتا ما دو شیوه سیاسی داریم. یک شیوه سیاسی انقلابی است، یعنی اون میگوید هیچ تغییر و تحولی صورت نخواهد گرفت مگر با سرنگونی نظام حاکم، بعد از اون ما باید درست کنیم. خب ما انقلابی نیستیم، رفرمیست هستیم به لحاظ فلسفه سیاسی. رفرمیست چه میگوید؟ میگوید با توجه به توازن قوا میتوان حتی پای میز مذاکره با حکومت نشست، با فرنشینان حاکمیت نشست و بدون خونریزی، بدون جنگ، بدون سرنگونی دوران گذار و پیمود. ما هم همین صحبت رو میکنیم، اما دو شرط داره. یکم این که آرمان خودمون رو فراموش نکنیم. ببینید فرق اپوزیسیون مستقل از نظام و اصلاح طلبی وطنی این است. مقام معظم رهبری میگوید مثلا اقتصاد مقاومتی، تمام صحبت اپوزیسیون هموند نظام میشود اقتصاد مقاومتی، هرچی اون میگوید اینم میگوید. نخیر، ما آقا صحبت میکنیم که به طور روشن که اقتصاد باید بازار بنیاد بشود و از دست انحصارگران راندخار بر سر امتیاز ثروت مردم نشستن سپاه پاسداران در بیاید، به طور روشن. حالا اگر قرار باشه در این مورد یه روزی صحبت بکنیم، البته که صحبت میکنیم، البته که گفتگو میکنیم، البته که در این شرایط اگر آقای روحانی مثلا همچنان که موفق به برجام شدن، موفق به برچیدن تحریم ها با امریکا باشن، تنش افروزی نمی کنیم. اما این به این معنی نیست چون ایشون مثلا برجام امضا کردن ما بگیم حالا خیلی هم عیبی نداره که به هممیهنای بهایی ما نمیتونن ادامه تحصیل بدن. اپوزیسیون هموند نظام در جلسه خصوصی میگن ما کی گفتیم عیبی نداره؟ آقا در بلندگو دستت بود چرا نگفتی؟ در ده باری که رفتی در رسانه ها چرا نگفتی؟ در ده باری که مقاله داشتی چرا ننوشتی؟ این تفاوت اصلی اپوزیسیون مستقل از نظام است که گفتگو آری، صلح آری، خشونت پرهیزی آری، اما کنار گذاشتن حقوق شهروندی و دموکراسی برای ایران هرگز. آقای دکتر سپاسگزارم از اینکه زمانتون رو به ما دادین. در امید گفتگو در آینده، ببینید در زمینه اقتصاد در آینده با هم یک گفتگویی بکنیم، ببینید رو مسئله اقتصاد بازار بنیان و اینکه راه حل و راهکار که شما دارین در روش پیشنهاد میکنین. سپاسگزارم، منو پذیرفتید، برای من افتخاری بود شرکت در برنامه شما. با درود به همیهنان عزیز و با امید فرصتی دیگر.